افغانستان و پاکستان یک بازار خوبی مصرفی هست. اگر افغانستان آرام باشه و افغانستان بتونه آرامش خود را حفظ کنه، طبیعی است که رشد میکنه و تولیدات خود را میداشته باشه، بنان خب کم کم بی نیاز میشه از مواد ایرانی. بنان از لحاظ اقتصادی یک ای مسئله است که ایران دخالت میکنه، و از لحاظ ای است که چرا ایران دخالت میکنه، ای برمیگرده بر مسائل تاریخی افغانستان ایران. یک مسئله تاریخی است که خب ایران هزاره های افغانستان را اونا زاده های علاکو و چنگیز و اینا میدانه. خب برمیگرده به این که علاکو و چنگیز و اینا در ایران چه کارهای کرده، خب اینا داره عقده های خود را. اگر شما با خصوصیت مردم ایران آشنا باشین، یک خصوصیت بسیار کینه توزا نداره. و دیگه مسئله ای است که احمد شاه بابا در افغانستان وقتی که میای از دربار نادرافشار و حکومت خود را اعلان میکنه در افغانستان، حکومت مستقل را، بنان یک عقده بسیار سخت را از این ناحیه ایراد داره. بنان دو چیز باعث شده، یکی مسائل اقتصادی که بازار خوب است و همچنین خط لوله گاز و بعض مسائل های دیگه هم هست، و همچنان دشمنی های سابقه ایران افغانستان باعث شده که اینا دخالت کنه. و دخالت را که کرده است از چندین زاویه دخالت کرده، یکی دخالتی مذهبی است و دیگه هم دخالتی لسانی و زبانی است، و همچنان دخالت را که در این پسینا منافع به صورت تروریستا و منافع ایران در قبال افغانستان و در قبال جامعه جهانی یک قسم است. بنابراین اینا گیری خورده، از این سه زاویه در داخل افغانستان مداخلات خود را شروع کرده. در عین حال که اینا در افغانستان به نام مذهب داخل می شدن، ما شواهد بسیار داریم که یک کسی از بسیار حال کلان آدم از شاید در ولسی جرگه هست، او می گفته که ما وقت خرد بودیم، جوان بودیم، برای ما می گفتن که شیعه های افغانستان و لبنان و فلسطین و عراق و بعضی جاهای دیگه فدای مرکز تشیع جهان که ایران باشه. گفت ما این را دنبال می کردیم و امروز که میگه ما به خود آمدیم که این ما من حیث شیعه فدای ایران شدیم. و همچنین حالا ایران هیچ وقت به فارسی زبان ها یا دری زبان های افغانستان و تاجیکستان اینا کمک نمی کنه. دری زبان های افغانستان و فارسی زبان های تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر را فدای خود می سازه، فدای منافع خود که اون منافعی را که من بر شما گفتم. و همچنین امروز هم هیچ همکاری با تروریستا یا با القاعده یا کسای به نام القاعده که باز فریب خورده اینا، هیچ وقت ایران اینا را در دراز مدت همکاری نمیکنه. صرف همکاریش این است که منافعش همی است که افغانستان را نارام بسازه. نارامی افغانستان از نگاه اقتصادی برای ایران منفعت داره و همچنان میتونه او مسائلی که در گذشته صورت گرفته بین افغانستان و ایران او را هم جبران بکنه. بنان من فکر میکنم که مداخلات افغانستان ایران مداخلات ایران در افغانستان همین چیز است. حفیظ صاحب ببخشید، به ارتباط این که مثلا بخش فرهنگی که فعلا در افغانستان تاثیراتش بسیار زیاد است، تاثیرات مداخله ایران در بخش فرهنگی در افغانستان، به این ارتباط مثلا شما مثالای داده میتونن که در بخش فرهنگی مثلا کدام چیزا مداخله ایران است؟ خب آشکار روشن است، بعضی تلویزیون هایی را که ما در افغانستان میبینیم کپی از ایران است. ما در 22 بهمن وقت تلویزیون ها را تعقیب میکردیم، یکی حتی 3-4 تا تلویزیون یک قسم خبر را پخش میکرد و یک کلیپ را پخش میکرد، و اکثریت چیزها را وقتی ما میبینیم از طریق شبکه، از طریق کیبل میبینیم تلویزیون های ایران را، کپی امو شبکه 3 و 4 ایران در بعضی تلویزیون های افغانستان پخش میشه. بنان ای از نگاه فرهنگی، وقتی جناب کابلی صاحب که فرمودن که ما مخالف کمک فرهنگی ایران نیستیم، مخالف از این که واقعا ایران فرهنگی ما را غنی بسازه، ما خب همکاری کنه. افغانستان 25 سال 30 سال جنگ را دیده، مشکلات را دیده، وقتی کمک میکنه همکاری میکنه در تمام مناطق افغانستان یکسان باشه. خب ما مخالف از این نیستیم. اگر
بخواهد توسط مداخلات فرهنگی به نام کمک افغانستان را پارچه پارچه بسازه، یکی را به نام مذهب، یکی را به نام لسان، یکی را به نام اینان، بنان او وقت است که ما مخالف از این گپ ها هستیم که همچنان ایران هیچ وقت در قبال افغانستان نیتی نیک نداشته. اگر یک وقتی هزاره ها را به نام، خب مارک ما هزاره ها مارک ایران را خوردیم و امروز هیچ کس بالای ما اعتبار نمی کند، دلیلش این بوده که یک روز ایران بدون از اینکه ما بزرگای ما، بدون از اینکه مردم ما آگاه باشه، ایران مداخله کرده و او مداخلات را اگر ما میبینیم که در گذشته صورت گرفته، او بالکل بر علیه هزاره ها بوده. فرض کن در وقتی محمود صارمی در مزار کشته میشه و دست طالبا، در ایران هزاره ها قتل عام میشه، 11 نفر یا 12 نفر هزاره ها را از اصفهان میگیره، خب از سرای بام میندازه، مشکلات های دیگه برای هزاره ها. این طرف هم خب بینان فتواهایی که خامنه ای در اون روزی که مزار سقوط میکنه در دست طالبا، فتواهایی که میده، خب اگر تو واقعا فتوا میدادی عملی کار میکردی، اگر تو واقعا تشیع افغانستان یا هزاره افغانستان را همکاری بایش میکردی، تو در ضمن فتوا باید همکاری هم میکرد، فتوا میداد، از یک طرف طالبا را حساس میساخت در مقابل هزاره ها، از یک طرف خودش آرام میشیش تو میدید این چیز را، این جنگ را. بنان همکاری هایی که ایران میکرده همیشه در قبال، مخصوصا در قبال هزاره ها زبانی بوده، هیچ وقت همکاری هایی که برای مردم تشیع افغانستان یا هزاره افغانستان صورت گرفته حقیقت نداشته، همیشه روی تبلیغات بوده، همیشه اگر یک شاید یک روپا مصرف نکرده باشه، عکس خمینی و آرم پاسدارا و اینا در بین مردم توزیع میشده. مردم بیچاره، مردم غریب است و مردمی که بدون از اینکه بفهمه پشت پرده چیکار است